ظهور بیگانه ستیزی در دانمارک، تنش سیاسی میان ترکیه و هلند و موج جدید بازداشتها در ایران موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، واشنگتن پست و فینانشیال تایمز هستند. راسموس بریجر در یادداشتی در نیویورک تایمز با عنوان نکات بیان نشده در کشور دانمارک می نویسد در پارلمان دانمارک بحث های تند ضد اسلامی درباره ممنوع کردن اختصاصی اتاقی به نمازخانه در مدارس و دانشگاه های آن کشور مطرح است. حزب مردم دانمارک با گرایش راست و ملی گرایانه که دومین حزب بزرگ دانمارک در پارلمانان کشور شده خواسته است مهاجران کشور برای اثبات دانمارکی بودنشان کریسمس را جشن بگیرند برای تحکیم فرهنگ و سنت های دانمارکی یکی از شهرهای کوچک دانمارک دستور داده است در مدارس عمومی گوشت خوک به دانش آموزان داده شود ایشان تارور در تحلیلی در واشنگتن پست با عنوان تمام کشمکش میان ترکیه و هلند بر سر آرای برنده است می نویسد هلندی ها چهارشنبه انتخابات پارلمانی برگزار می کنند و ترکیه ماه دیگر همه پرسی تغییر قانون اساسی در هلند چشم ها به قدرت گرفتن خرد ویلدرز رهبر راست افراطی کاندیدای پوپولیست ضد اسلام دوخته شده است رفراندوم در ترکیه هم تلاشی برای تضعیف نظام پارلمانی و قدرت گرفتن رجب طیب بردوغان در مقام یک رئیس جمهور خودکام دیده می شود. جلوگیری دولت راست میانه هلند از فعالیت های تبلیغاتی ترکیه برای جذب آرای ترک های ساکن هلند را باید در این چارچوب دید. منور خلش در مقاله در فاینانشال تایمز با عنوان در ایران در حالی که یک زوج با حکم اعدام روبرو رو هستند اصلاح تربان را سرکوب می کند می نویسد دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک زن و مرد به اتهام راهندازی یک فرقه خبر میدهد. به نظر میرسد این زوج در حوزه گالری های هنری فعالیت داشتند که محل بازدید دیپلمات های خارجی بود است. متهم دیگر زن و مردی هستند که در منزلشان مشروبات الکلی کشف شده است. متهم مرد این پرونده دارای تابعیت ایرانی آمریکایی است. در روزهای اخیر، هنگامی شهیدی فعال حقوق بشر و احسان مازندرانی روزنامه‌نگار دوباره بازداشت شدند. شهیدی پیش از بازداشت در شبکه اجتماعی نوشت دلیلی برای بازداشت نمی مگر اینکه پروژه‌ای برای بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران پیش از انتخابات باشد.